پدر طب امروزی ایران در حقیقت کسی است به اسم دکتر پولاک. دکتر پولاک اولین پزشک ناصرالدین شاه بود. امیر کبیر او رو استخدام کرد، نه برای شاه، استخدام کرد که بیاد در دارالفنون طب درس بده. و به همین دلیل هم وقتی که به او دستور دادن برایش بودجه فرستادن، او از اتریش می اومد، برایش بودجه فرستادن، وسایل اتاق عمل و چیزایی که اصلا قبلش تو ایران سابقه نداشت هم با خودش آورد. چند تا از اتاقای دارالفنون رو درست کرد به صورت اتاق جراحی، حتی اتاقای استریل، و شروع کرد به کار کردن. 10 سال در ایران موند و در این 10 سال از جمله پادشاه رو هم معالجه میکرد، که بعد از اون پادشاه یک پزشک دیگه‌ای فرانسوی این بار آورد و بالاخره آخر سر دکتر تولوزان آورد. و در اون مدت حالا اون دیگه پزشک دربار بود، ولی دکتر پولاک پزشک دربار نبود، بلکه معلم طب بود و اولین کسی بود که در ایران به یه تعداد شاگرد با استعداد که انتخاب کرده بود پزشکی جدید یاد داد و به اونا گواهی نامه داد. نامه های ازش وجود داره که به اتریش نوشته. این نامه ها نشون میده چقدر به ایران علاقمند بوده دکتر پولاک. در توی نامه ها که تازگی ها منتشر شده چیزهای جالبی گفته میشه، از جمله این که می نویسد که وقتی ما درس می خوندیم در اتریش به ما می گفتن اتاقی که توش جراحی میشه باید استریل باشه کاملا و کاملا پاک شده باشه، به اصطلاح همون روشی که الان هم هست. میگه که برای دوستش در اتریش نوشته که من کشوندم تخت و بردم در حیات دارالفنون زیر نارنج، در این هوای خوش که صدای پرنده ها هم بالا سرم بودن، در این حالت عمل کردم، هیچ نوع عفونتی هم نداده، احتیاج به استریل نبود. یک جایی از این نامه حرف خیلی مهمی میزنه، میگه که دختر 5 ساله ای آوردن و سنگ کلیه داشت و جراحی کردم و سنگی به اندازه یک ساعت مچی از توی دلش در آوردم. بعد زیرش برای دوستش توضیح میده که میدونم تعجب میکنی، فکر میکنی که در یک کشور مسلمان، در یک کشوری در این طرف دنیا چطور اجازه میدن تو یک زنی رو معاینه بکنی؟ اینجا اصلا مشکلی در این باره وجود نداره و مردها زنهای مریض خودشونو میارن و در کمال آرامش من هر روزی در مقابل هر تعداد مردی که میبینم 4-5 تا زن رو هم معاینه میکنم و بعضی از اینا رو هم عمل میکنم. نیست، باور کردنیه که 150 و چند سال پیش فضایی که پولاک از تهران توصیف میکنه، تهران به قول همه عقب افتاده، فضایی است که به نظر میرسه خیلی عجیبه.